چه جاله؟ به به، لیلی و مجنون کنار هم؟ چه مزخرفی داری میگی؟ من مزخرف میگم؟ تو با این دختره اینجا چی کار میکنی؟ خاله سکته قلبی کرده بود. خب الینا هم به من زنگ زد. ببخشید یه لحظه، سکته قلبی، اونم نصف شب، و کی؟ مادر این خاله. همه مردای شهر مردن به جز شهزاده سف. چه علتی میتونه داشته باشه جز این که خانم الینا با آقای شهزاده سف رابطه یه خیلی خواستی داره؟ ها الینا، صداتو برای من بالا نبر شهزاد. قبلا یه خورده حیا داشتی، ولی از وقتی با این خانم میگردی دیگه واقعا بیغیرت شدی. این سیلی خیلی واسط گرون تموم میشه. هرچی که شده نباید اینجوری میشد. تقصیر منم هست. من به حنا پیام دادم که مامان تو آوردن بیمارستان. من فکر کردم وقتی پیامو به خونه آروم میشه، چون من خونه نرم خیلی نگران میشه. اما برعکس اومد و قشقرق بپا کرد. نمیدونم الان چه فکری کردی. نیازی نیست شرمنده باشی شهزاد، تو اصلا مقصر نیستی. من ذات اونو خوب میشناسم. اما بازم واقعا معذرت میخوام. اصلا اشکالی نداره شهزاد، راستش بهتره برین خونه، از دیشب خسته شدین. من پیش مامان هستم، از دیشبم حالش بهتر شده. من چطوری میتونم شما رو تنها بذارم برم؟ تا الانم که دکتر هیچ اطلاعی نداده. یه بار دکتر بیاد منم خیالم راحت بشه. حتما حالش خوبه. بعد اینکه دکتر بیاد احتمالاً مامانو زود مرخص بکنه. شما نگران نباشی. باشه، پس من شما رو میرسونم خونه. خیلی طول نمیکشه. شخصت چرا متوجه نیستی؟ هنو با عصبانیت رفت. شما باید الان کنار اون باشی تا اینکه دکتر بیاد و مامان مرخص بشه. یه 3-4 ساعتی طول میکشه. شما حلکی منتظر نمون. دارم میگم خودم حواسم هست. تو مطمئن؟ آره. خیلی ممنون شهزاد، خیلی ممنون به خاطر کمکت. الینا لطفا تشکر نکن، این وظیفه هم بود. این لطفه تو هیچ وقت نمیتونم جبران بکنم. شما فقط با یه تلفنم اومدی و کمکم کردی. تو این دوره زمانه هیچ کی این کارو نمیکنه برای آدم. شما دارید منو شرمنده میکنید. من وظیفه‌مو انجام دادم، پس حالا من دیگه میرم. ازت ممنونم، واقعا ممنونم. چرایو معصوم را لمحا رک و گیا جس پل تھا تو روبرو دھوکا دل کو ہوا
لگتا تھا تو بہو